با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این 19 روز از 6 ماه در 13 سال از 3 هزاره. اخبار رو دنبال میکنید یقینا بهتر از من و دقیق تر از بنده و مسائل رو پی میگیرید. امروز یه برنامه داشتیم، نمیدونم مشتدید ندادید اینا، با آقای حجازی بود، ایشون در مقدمه بودن که ما میخوایم امروز با هم دیگه چالشگری کنیم و یه قدری کلکل کنیم. گفتم بسیار خوب است که اگر کلکل کنیم با هم. بعد صحبتهایی و بینندگانی یا شنوندگانی روی خط اومدند و مطالبی رو مطرح کرد. دو تا ویدیو هم الان براتون پخش کردم دیدید. یکی از مشکلات این گفتیم که سازمان دیگه، یعنی اینکه این بچه ها بسیار زحمت میکشن، واقعا زحمت میکشن، ولی چون اون سامانه وجود ندارد در حقیقت زیاد منسجم عمل نمیکنه. لیزره نیست، کانالیزه نیست. من یادمه که یه دوره این بانوانی که در حقیقت برای مبارزه با سرطان فعالیت میکنند و اینها، علامتشون هم صورتی است و خیلی هم فعال هستن، یه روزی تو واشنگتن راه میرفتن، دیدم که یه دی از اینا ایستادن و یه کاغذهای دست مردم میدن. بعد کاغذ رو گرفتن دیدم که این نوشته که سال آینده در ماه مثلا جون یا جولای تاریخ فلان ما 72 ساعت میخواییم بدویم، دعوت میکنیم که شما هم در این جریان ما رو پشتیبانی کنید، همراهی کنید و اینا. شما نگاه کن میکنی که میبینی که این برای 1 سال آیندهش برنامه داره و داره از امروز آماده میکنه، سر اون سالم برنامهشو انجام میده. امروز این دوستان خیلی بزرگواری کردن و اینو برای ما چندین ویدیو در این زمینه که فردا که 30 خرداد هست گذاشتن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی و میخوان در شهرهای مختلف دنیا مراسم برگزار کنن. بعد لیستی رو که اعلام میکنه مکاناش میگه بعدن اعلام میشه، فرداست دیگه. وقت اختلاف ساعت و زمان و اینا رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا اینجا که الان ساعت 10:26 1:26 است، در اروپا ساعت 10:26 است، در استرالیا نمیدونم ساعت چنده. و خب با توجه به این کار سامانی پیدا نمی کنه، زحمتی که این میکشه به هدر میره. بعد هم از این دوستانی که واقعا تو این زمینه ها زحمت میکشن بارها و بارها مجدانه ازشون خواستیم که به اصل پیام بپردازن. پیام برامون مهمه، فرمش زیاد مهم نیست، محتواش مهمه، ظرف مهم نیست. سیاه بنویسید روی سفید، خوانده بشه، یا سفید بنویسید روی سیاه، بهترین سفید روی سیاه، مثل کاغذ و کتاب و مش، سیاه روی سفید بنویسید که وقتی که پخش میشه معلوم بشه که کجاست، چی میگه، پیامش چیه، کجا میخواد دعوت کنه. ولی حال دعوت کردن برای فردا در نقاط مختلف دنیا برای روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی. این باید بزرگ بشه، پخش بشه، بشنوه. اینه که عقب میمونی، اینه که اون جلو میفته، برای که اون بوغش بزرگه، اون بوغش گنده تره، تفوق پیدا میکنه، تسری پیدا میکنه، سایه میاندازد. اینجا ما گم میشیم. ببینید تو همین
انتخابات چه اتفاقاتی افتاد. الان ببینید که مردم در اون ایران چه میکنن. این جریان رو باید سامان بهش بدیم، این جریان رو باید قدر بدانیم، این جریان رو باید تعمیم بدیم، تعمیق بدیم، ترویجش کنیم، تعمیق و توسعه، یعنی هم عمق داشته باشه هم در سطح گسترده باشد. شما فکر کنید که من آدمایی که همسن سال بنده هستن یا بزرگترن، برگردیم به جوانی خودمون ببینیم در جوانی ما چه میکردیم. این جوان داره امروز تو خیابون شادی میکنه، این بخشی از جوانیست، اینو نباید بذاری فروکش کنه، اینو نباید تحقیرش کنی، اینو باید تاییدش کنی و مرتب سامان بدی و بهش بگی که برو همین کارو ادامه بده، یخشو بگی بچس. الان داره میگه دیگه، مثلا شما نگاه کنید چه شعارهایی رو مطرح میکنه. تو این وسط باز به نقیصه وجود دارد، ما اینو 100 سال بیشتر داریم. تو مشروطه هم میگفت مرغ و پلو میخواهیم مشروطه نمیخواهیم، ما مرغ و پلو خواهیم مشروطه نمیخواهیم. امروز هم میگه که بی هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی، این انحرافیه، این به درد نمیخوره. ولی اونجایی که میگه نداد جات خالیه نمیدن فلانه، یا یادت نره موسوی کروبی فلان، اون مهمه، اونو باید سریع پررنگش کنی، به چسبی به اون. اینایی که تو خارج کشورن بسیار خوب رفتن رای دادن و فلان کردن و اینها، بچسبن به همین، در جور و جفا صبر و ثبات هم دادن. چی گفت؟ هاتدان روز که وعده دولت داد، در جور و جفا صبر و ثبات هم دادن. باید ثابت باشی، بیستی سر هدفه، تغییر موضع ندی، جا به جا نکنی، زیگزاگ نزنی، همه اینا باید بیستن و مردم رو تشویق کنن برای خواسته شون، تاییدشون کنن، یعنی آقا برو بگیر همینو بچست. اینم تو خارج کشور باید همین کار بکنه، بهش نگو که تو که حالا رای دادی پس برگر خونت، نه اینکه این منطق پشتش نیست که. بعد یه بحث دیگه رو صبحی مطرح کردم و گفتم که شما نگاه بکنید ببینید که اساس بنیاد داستان از کجا کجه. وقتی راجع به مهندسی حرف میزنیم که میگیم این انتخابات مهندسی است، مهندسی یه بُعد ندارد، فقط تقلب نیست که بگیم مهندسی کردن، تقلب کردن، صندوق رو جابجا کردن، اینطور کردن، اونطور کردن، وجوه مختلف دارد. یکیش اینه که مثلا شما فکر کنید که اصلا معنی انتخابات چیه، فکر کنیم که تعریفش چیه، تعریف انتخابات واقعا چیه، یعنی چی میرن انتخابات شکم میکنن، برای چی میرن تو انتخابات مردم رو شکم میکنن. تعریف متعارفشان است که مردمی در انتخابات شکم میکنن برای اینکه منتخب خودشون رو بر صندلی بنشانن، مندیت دیگه. ما میریم در انتخابات شکم میکنیم تا اینکه منتخب خودمون رو بر صندلی بنشانیم، بر اون کرسی قرارش بدهیم. این معنی انتخابات. حالا ببین وقتی مهندسی میشه اینطوری میشه، بیایم تو انتخابات شرکت کنیم اگه نه که اون یکی برنده نشه. خب این تقلبه، این تقلبه، تبانیه. این شما رو به سمت راستی نمیبره، این شما رو به سمت آزادی نمیبره، چون که خشت و کج گذاشتی. تا سریا می رود دیوار کج، دلیل رو کج گذاشتی. اینا که کاشی می چسبونن، سنگ می چسبونن، اون ردیف اول رو که می چسبونن به خودشون میگن رگ اول، اون رگ یا رج اول رو بهش میگن دلیل، دلیل کار. شما دلیل رو که کج بچینی تا ته کار کج میره دیگه. دلیل این باشه که بیام رای بدم که اون یکی نشود، نه، دلیلم باید این باشد که بیام رای بدم که این بشود، این بهش میگه مهندسی.
اینش میگن مهندسی انتخابات. گفتیم که این تلاش خواهد کرد که اون خندق رو بزرگ کنه، لاروبی کنه خندقشو. امروز شاهدش از غیب رسید، امروز شاهد این حرف که گفتیم که میگوید که بایستی که بری و خندق رو بزرگ کنی، شاهدش از غیب رسید و اون سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی است. رفسنجانی در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی، هاشمی رفسنجانی رئیس اینو العربیه منتقل کرده است. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در جمعی از اعضای مجلس ایران گفت حماسه انتخابات اخیر در کشور حاکی از هوشیاری و درایت سیاسی بالای مردم و وقوف کامل آنان به شرایط کشور و به حق و حقوق خود و پاسخ نه به انحصارگرایی بود. خب تا اینجا اینو به داره نشون میده، اینجا میخواد جیبتو بزنه. دیدی وقتی میگه عجب سوال خوبی فرمودین، این عجب سوال خوبی فرمودین، یارو رو پرتش میکنی. یارو میگه عجب سوال، این دیگه میره این که من چقدر آدم با شخصیتی هم، چقدر فهیم و فهمیده بودم که یک چنین سوال خوبی رو مطرح کرد. دیگه گوش نمیده به پاسخ شما. این محو اون یه جمله است که عجب سوال خوبی مطرح کرد، چقدر شما ماشاءالله باهوشی، چه سوالی طرح کردی. بعد دیگه این جواب خودش رو میده، چون که اون که سوال کرده دیگه مست اون جمله است. اگر حماسه انتخابات اخیر ریاست جمهوری به خوبی تجزیه و تحلیل شود، نشان می‌دهد که مردم برخلاف انتظار گروه‌های افراطی، یعنی ما، مسیر حرکت آینده کشور را ترسیم کردند. باز یه دونه زد ما رو، در حالی که ما قوی‌تر بودیم، نسبی ما پیروز بودیم. اگه 20 میلیون در این جریان شرکت نکردن، یعنی ما بردیم، ما پیروزیم. ولی اون نمیذاره، اون هی میاد سایه میندازه، هی میاد سایه میندازه، نمیذاره که این پیروزی به کام شیرین بیاد، حرکت بعدی رو انجام بدیم. خب او دیروز در ایدار اعضای بنیاد توسعه خوزستان، مرکب از جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان سیاسی و دانشگاهی و بخش خصوصی این استان، با بیان این مطلب افزود: اگر حماسه انتخابات اخیر ریاست جمهوری به خوبی تجزیه تحلیل شود، نشان می‌دهد که مردم برخلاف انتظار گروه‌های افراطی در حرکت منطقی و مبتنی بر درک و فهم بالای سیاسی، با انتخاب مش اعتدال و عقلانیت، علاوه بر نشان دادن وفاداری و علاقه خود به نظام اسلامی، مسیر حرکت آینده کشور را نیز ترسیم کرد. سویچ کرد از پیروزی مردم، از اینکه مردم اگه ما رو نمیخواید به خاطر وطنتون بیاید، ما این حماسه رو به مردم تبریک میگوییم. فرداش که چی شد، سویچ کرد به اینکه این به خاطر علاقه خود به نظام اسلامی بوده که این کار کرده. به گزارش بهار نیوز، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت تقویت تحزب و تشکل در کشور گفت، چی گفت؟ اگه گفتی چی گفت؟ ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت تقویت تحزب و تشکل در کشور گفت احزاب فعال و قوی ضربگیر نظام هستند، یعنی خندقن، نمیذاره اونجا بیفتیم و میبره میندازه تو خندق، مشغول لایروبی خندقه،
مسئول تعریض کردنه، هم لایروبیش میکنه هم بگشادش میکنه دهنشو. گوش بگیر، بازیگوشی نکن، تو رویات پرواز نکن، پاتو بذار رو زمین، همینجا وایسا، از همینجا به صحنه نگاه کن. گفت چی؟ گفت ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت تقویت احزاب و تشکل در کشور، گفت احزاب فعال و قوی ضربگیر نظام هستند، در صورتی که فعالیت های سیاسی در قالب احزاب صورت بپذیرد، این احزاب هستند که باید در قبال عملکرد خوب یا بد خود به مردم پاسخگو باشند و در این صورت ضعف مدیران و سوء عملکردها به پای نظام نوشته نمی شود. نمیدونم میتونم القا کنم یا نه، نمیدونم، این دیگه بر عهده شماست. حکم ضربگی رو بازی میکنه، بعد اتفاق بیفته به حساب من نمینویسه، به حساب اون مینویسه. بعد دیگه بقیهش مهم نیست، خود برو بخون. دیروزم براز اشاره کردم دوباره راجع به این ماجرایی که 50,000 میلیارد دلار دولت بدهکار است. 75 یعنی دولت به بانک‌ها بدهکار است، از بانک‌ها پول گرفته، گزارش بانک مرکزی. این مال کیه؟ مال 14 فروردین 92. الان چندمیم؟ 30 خرداد، 2.5 ماه پیش. از اون روز تا حالا این ارقام به طور قطع و یقین تغییر کرده است. 75,000 میلیارد بانک ها پول دادن دست مردم ها. این مردم ها که میگم، نه من، نه تو، نه دایی جان سرهنگی، نه پرویز خانم، معصوم خانم، اینا نه، همون که توی مجلس احمدی نژاد راجبشون حرف زد، همون برادران قاچاقچی، همون که گفت رفته تو ورامین داشه یا رو زمین خریده که شتر مرغ پرورش بده، رقمان نجومی. 75,000 میلیارد تومن بانک ها دست اینا دارن، اینا هم پول پس نمیدن. همه نجاد هم موقع جیغ میزد راجب اینا که آقا پولا رو بردن پس نمیدن. گفت شما که پولا رو بردین حالا چرا نمیاین؟ جمعش میشه چقدر؟ 50,000 میلیارد دولت به بانک ها رفته، از بانک ها پول گرفته آورده داده، نداره دولت پس بده. 75,000 میلیاردم بانک ها دادن به این گردن کلفتا، این گردن کلفتا پول پس نمیدن، جمعش میشه 125,000 میلیارد. بر اساس نرخ رسمی که محاسبات دولت هست، 1260 تومانی محاسبه میکنه، نه اون که مثلا 4000 تومان تو بازار شما میخری، نه، اون چی که تو بودجش نوشته، بر اساس این میشه 125,000 میلیارد تومان. بر اساس 1260 تومان یه سی تومانی 100 میلیارد دلار این در 14 فروردین پول باقی داشته، کم داشته. 100 میلیارد دلار پول کم داشته. بعد گفته که ببین من دیگه حتی با شرایطی که پیدا شده و محدودیت هایی که وجود دارد اینا، نمیتونیم بریم کاغذ بخریم، جوهر بخریم بیایم اسکناس قلابی چاپ کنیم، نمیتونیم بریم نیکل و فلان بخریم بیاریم سکه درست کنیم بدیم دست مردم، نداریم.
طلا نمیذاره معامله کنم که بیام سکه چاپ کنم، بهار آزادی بفروشم، پول از دست مردم بگیرم. مشکل دارم، تورم 90% گزارش محرمانه است، نرخ بیکاری 30%، 40%ش از این 30% جوانان زیر 25 سال. ما نمیتونیم کاغذ بگیریم بیاریم دوباره پول چاپ کنیم بدیم دست مردم، نداریم، امکانشو نداریم. کاغذ فروشی ما کاغذ نمیفروشه، تحریمیم. جوهر فروشی ما جوهر نمیفروشه، تحریمیم. در نتیجه مردم درون ایران باید تشویق کرد، این حرکتشو توسعه داد و تعمیق، هر روز بیاد همین خواستش رو تکرار کنه. اون مد تو خیابون زدش، امروز قرار بود بره استادیوم آزادی، استادیوم آزادی خالی بود، نرفتن مردم ها، زنها رفتن اونجا با مردها کتک کاری شد، کتک زدن گرفتن، ادهی رو گرفتن زندان کردن. شما نیا کنین از روز شنبه تا حالا احکامی که داره صادر میکنه، تق و تق داره حکم صادر میکنه. اخبار داخل ایران بیشتر پخش میشه تا اینجا، من که به ترسونتش. نکته بعدی، اون 74 سناتور یادتونه نامه نوشته بودن؟ یه تحریم های جدید رو بردن، سخت‌تر از تحریم گذشته. دوباره به اوباما دارن فشار میارن که آقا اینو اجرا کنید، پیام مستقیم و روشن شفاف به ایران بدهید، بی خیال این بازی ها، هستی یا نیستی، پیام بدید بهشون، مستقیم پیام بدید، تحریمشون کنید، تحریم ها رو شدت ببخشید. برای همینه که حسین موسویان، بهمن نیرومند، همه اینا به اشکال و شیوه های مختلف راه افتادن دوره، تو روزنامه های فرنگی نویسن، روزا آلمانی می نویسه، تو آلمانی تور می نویسه. شما که من تو که نمیریم آلمانی تور بخونیم که. یه درود دارم به کاوه نازنینم در مردم ریپورت دات نت که دیدم این اخباری که میذاره اخیراً توجه کرده به این داستان، که اون متن انگلیسیش هم بذارون زیر، بذارم ببینن تفاوت فارسی با انگلیسی رو، بذار ببینه، بذار خودش بخونه قضاوت کنه، ببینه کجای کار علمی لنگه. درود به کاوه در مردم ریپورت دات نت، این کار رو ادامه بده، هم متن رو میذاری انگلیسیش هم بذار زیرش. نگران نباش که میخونه یا نمیخونه، تو کار ما سنا گفتن است و بس، در قید آن مباش که شنید یا نشنید، کارتو بکن. تا اینجا موفق اومدی، بقیهش هم موفق تر خواهی بود. متن انگلیسیشو بذار زیر متن، آلمانیشو بذار، فرانسهشو بذار، نگران نباش. آیپک دستگاه لابی اسرائیل در اینجا American Israel Public Affairs Community IPAC on Wednesday today Wednesday called on the Obama administration to increase sanction pressure on Iran until it cases all uranium enrichment. IPAC خواسته از اوباما که فشار بیار. آقا اون سناتور هم 74 تا با بخش دیگه از سناتور ها کنگره و اینها یک لایحه گردن کلفت بردن گوشتن رو میز آقای اوباما، فشار بیار به ایران،
مستقیم شفاف، نه شفافتر به قول آقای حسن روحانی، شفافتر نداریم، شفاف بشون که بعد این کارو بکنی. بی خیال این حرفای این مزخرفات که این میزنه. دیفنس مینیستر موشه یالان که البته وزیر دفاع اسرائیل است، در روز چهارشنبه امروز گفته که در اینترنشنال کامیونیتی نیز تو اپ سانکشن تو فورس تهران تو چوز بیتوین سوایور اور د بمب. طرح دفاع ملی آمریکا هم برای سال 2014 یک الحاقیه داده برای در حقیقت National Yearly Defense Spending Bill، یه الحاقیه داده به صورت هزینه ها که چجوری پولاشون رو خرج کنن و اون در حقیقت درخواست کرده که The Amendment requires President Obama to provide Congress with regular progress reports ensuring that the United States makes good on promises to equip Israel with advanced weaponry including air refueling tankers and advanced bunker buster bombs. از آقای اوباما خواسته که در حقیقت امکان اینو فراهم بکنه که اونا بتوانن به اسرائیلی ها وسایل بهتری رو بدن. Advanced Bunker Buster Bomb for instance would allow Israel to strike deep with Iran's fertile underground nuclear sites. این فشار بیرونیه، اون که راجب شرف میزدیم، فشار از بیرون، مشکل در درون. این بقیه این که داره به نفع خودش میخواد از این داستان مایی بگیره، مردم ماون ماون من فلانم، به من و تو ربطی ندارد. من و تو چه نقشی رو تو این داستان بازی میکنی؟ نقش من و تو چیست؟ ما چه نقشی رو بازی میکنیم؟ اینکه مردم درون ایران هم کار خودشون دارن میکنن، اینو به حساب خودت ننویس، سودو نیار اینو پوهنشو تو بگی. امروز تو برنامه آقای جزی خیلی جالب بود، متوجه شدم که پیامم رد شد، برای اینکه به سرعت برق و باد اومدن رو خط. ای خانمی گفت آقا اصلا شما ول معطلی، بری پی کارتو، ما اینجا بدبختیم بیچاره این فلانی اینا اونجا خوشن زندگی میکنن آسودن، نا ما خیلی بیچاره ایم اینجا، ما همش کار میکنیم. رفیق بهش را به بها دهن نه بهانه. این مردم ها همه کار میکنن توی این مملکت، من تو تنها کار میکنی فقط، همه پیر مرد جوان زن دختر پسر همه کار میکنن، علت پیشرفتش هم همین کارشونه. انوایرمنت رو سالم نگه میداره، چجوری سالم نگه میداره؟ کار میکنه بابتش. این لس آنجلس شلوغ بزرگ گله گنده، بیا توش راه برو ببین چه تمیزه، همجه خود به خود تمیزه. نه بابا تمیزش میکنه، کار میکنه. ای نه بگو ما اینجا خیلی بدبختیم کار میکنیم، باید میکنیم برای اینکه انوایرمنتش استفاده میکنی. اینا
نعل وارانه زدن است. هم مملکتی که موفقه علتش اینه که مردمانش کار میکنه. من و تو همینجا باید کار کنی، کار میکنی، از مزیتش استفاده میکنیم. مرخصی تعطیلات میری اورلاب، به قول آلمانا اورلاب تو میری ایران، اونجا برای توریست ریزورته، وطنت نیست. یکی میره هاوایی، یکی میره کارائیب، یکی میره اسپانیا، یکی میره اروپا، یکی میره آبشار نیاگارا، یکی میره نیویورک، یکی میره این و یکی میره فلوریدا، میره توریست ریزورت، میره اونجا حال میکنه. تو هم بلند میشی میری تهران، توریست ریزورتته. آن آمدن برای این که اختصارات و ببرالملوک و پلنگ سردن اومدن، باید براشون برای ببرالملوک و پلنگ و سلطنه بیچاره ها باید برای قرض کنن، سفره بندازن. بعده و تو بیایی برای من تعریف کنی که اونجا خیلی خوبه، همش مهمونی هن. نه اینجوری نی، ولی داشته باشن. موضوع ما این نیست، موضوع ما اینی که اونجا هوا برای تنفس وجود نداره. موضوع اونجا این هستش که مردم اگه اومدن تو خیابون برای تیم فوتبالشون شادی کردن، کتک میخورن. ایش دیدی اصلا هم چیزی در هیچ جای دنیا دیدی؟ اینا رفتن شیشه بانک صادرات شکوندن، شادی کردن، خوشحال شدن بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی. اینو گفته دیگه، چی گفته؟ بیشتر از این گفته؟ میزنتش. مردم رو این باید تجهیز کرد، نباید بذاری این شور بیفته، باید سوخت بهش برسونی، مدام باید بهش سوخت برسونی، سوخت بهش برسون، سوخت بهش برسون، بذار کار کنه. الو بفهمی. امی جان خوبی؟ من سعیدم قربان. امی جان بذار بعدم به زنگ میزنم به همیشه، من رو ایرم الان. اوکی من رو ایرم بابا، قربونه، مرسی یار قدیمی، بای. امیل نازنین، اینا دوتا برادر بودن، ژان و امیل، اونایی که اهل اردوی رامسر بودن و از دوران اون دوره، این دوتا برادر رو به یاد دارن، ژان و امیل، دوتا نوازنده بسیار خوب بودن. و بعد از سالهای دور این آقای امیر رو ما پیدا کردیم و الان زنگ زد. حالا این باید این حرکت رو تقویت کرد، باید اینو نذاری بخوابه. ما در خارج کشور میتوانیم این کار بکنیم، اونو داخل کشور کتکش میزن. ما باید اینو یه پوشش کنیم، هی دائما بهش بدمیم 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 بدمیم، نذاریم آتش خاموش شه. ولی تو برمیگردی میری خونتون، نباید برگردی، در جور و جفا صبر و ثبات باید داشته باشی و بیستی، ادامه بدی، صبر کنی، بدمی بر این آتش، بدمی بدمی بدمی، نذاری آتش خاموش. همینو باید کوس رسوا کنی و بگی آقا شما اینا رو گفتی، نوکرتم، ما هم برای شما به اینا رای، ما برای نظام مقدس رای ندادیم، ما به خاطر حرفایی که تو زدیم انتخاب معنیش اینه دیگه. یه آدمی میاد نظراتش رو بیان میکنه، این نظرات او، رای او با رای شما هم رای است، او رای میآورد، یعنی نظر او، رای یعنی نظر، نظر او با نظر شما همسوز، شما به او هم نظر میشوی، به او رای میدهی. و بکوبی و به این بکوبی 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 که این بره بالا.
مرتب باید اینا رو بهش یادآوری کنی، خواسته هاتو هی باید برش تکرار کنی، من این خواسته رو دارم، این خواسته رو دارم، تو اینا رو گفتی، عمل کن. این خبر رو الان پیدا کردم، بعد یه درنگی بکنم، یه نگاهی دقیق‌تر روش بکنم. راجع به این ماجرایی که امروز بانک ملت و انگلستان گفته بی خودی شما تحریم کردیم، ما به اون گفتیم تو جواب بده، اون جواب نداد، پس تو جواب بده، فلان و بهمان، ببینیم که واقعیت داستانش کدام است، چرا این اتفاق افتاد. بذارید درنگی بکنیم، اینو شما بشنوید و برای فرداست، امیدوارم که این یکی ویدیوش درست باشه و بتونیم ببینیم که چه میگویند. برمیگردیم در خدمت خواهیم بود. من فهم میکنم که این کار رو باید انجام بدم و ببینیم که آقای اقبال مرادی، پدر زانیان مرادی، برای فردا چه پیامی رو برای ما ارسال کرده. با هم بشنویم. امیدواریم. ازم بزرگ شما که آقای پرویز دستمالچی مهربان یار ما مطلبی رو نوشته تحت عنوان سیاست و مسئولیت. میگوید که برنده انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بیشک علی خامنه‌ای و بیت رهبری یا اصولگرایان سنتی مکلا و معمم است. آنها رقبا را یکی پس از دیگری بی آبرو کردند و از صحنه بیرون راندند و سپس نامزد مورد اعتماد و علاقه خود را بر دیگر جناح‌ها تحمیل نمودند. اصولگرایان که دو بار به سرکوب خونین جنبش دوم خرداد و سبز رفته بودند، این بار با درس آموزی از آن دو تجربه مهندسی را جایگزین سرکوب خشن کردند. آنها موج بنفش مهندسی شده را به جای جنبش سبز نشاندند و سوار بر امواج مخالفت ها و مخالفان شدند. از این پس روحانی به نماینده مورد تأیید رهبر که منتخب مخالفان و اصلاح طلبان حکومت است، از اصولگرایان تکنوکرات تا اصلاح طلبان رنگارنگ درون و بیرون حکومت، از هاشمی تا خاتمی، از موافقان تا مخالفانی که فرا خوانده شدند که اگر به نظام اعتقادی ندارند به خاطر ایران در انتخابات شرکت کنند و حمله همزمان و بیدلیل به کمپ لیبرتی و قتل دو و زخمی کردن بیش از 50 تن، پیام روشنی به تمام مخالفان بود که توهم نکنند نظام همان است که بود. آراء رهبر 72% واجدان شرایط یعنی یک رکورد جهانی است. پس سیاست های روحانی از این به بعد منتج از اراده ملی به ویژه خواسته های اصلاح طلبان درون نظام است. خوب و بدش و وانمود
می شود خوب و بدش، و وانمود می شود که ملت پشت نظام و رهبر ایستاده است. اگر در دوم خرداد اکثریت ملت با انتخاب آقای خاتمی یک نه بزرگ به رهبر گفت و در 4 سال پیش با فریاد رأی من کو و حضور میلیونی در خیابانها به تقلبات رهبر اعتراض کرد، این بار رأی خود را به نماینده آشکار و پنهان او سایر حافظان ولایت فقیه داد. این را میگویند مهندسی انتخابات. 1. مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران امری به مراتب بیشتر از تقلب در انتخابات است. آقایان هاشمی و مشایی در آخرین لحظات نامزدی خود را به ثبت می‌رسانند و خاتمی اصولاً ثبت نام نمی‌کند. تمام نامزدان بر این نظرند که اگر رهبر نخواهد، نه ثبت نام خواهند کرد و نه تغییر و تحول ممکن خواهد بود، چه در سیاست ها و چه در زمینه اصلاحاتی که هنوز هم مشخص نیست که سرانجامش چیست. در کنار زنان، تمام اقلیت های دینی، مذهبی، نامسلمان، حدود 15 میلیون اهل سنت و غیر خودی ها که همگی اصولاً و قانوناً از حق انتخاب شدن برای نهاد ریاست جمهوری محروم هستند، و تمام سازمان های سیاسی که اجازه فعالیت ندارند، آقایان هاشمی و مشایی نیز رد صلاحیت شدند و هیچ صدای اعتراض جدی از جایی بلند نشد. صلاحیت 8 نفر به تصویب شورای نگهبان، یعنی نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم، مکلا و معمم رهبر میرسد. در میان آنها یکی معروف به اصلاح طلبی است و دیگری معروفیت به اعتدال دارد. یکی عارف و دیگری حسن روحانی است. روحانی در درجه نخست فرد مورد اعتماد رهبر و نیز نماینده اوست که پس از کنار کشیدن عارف تنها بدیل در برابر سایر نامزدها می شود که شد. اگر به عقل آقایان خاتمی و هاشمی رسید و یعنی و توانستند عارف اصلاح طلب را از دور انتخابات خارج کنند تا آرا بر روی یک نفر که اصولا نه تنها سابقه اصلاح طلبی نداشته بل همواره از یاران نزدیک علی خامنه‌ای بوده است تمرکز دهند، چگونه است که به عقل رهبر و دیگران نرسید یا نتوانستند چنین کاری کنند؟ آیا آنها نمی‌دانستند، یعنی به عنوان نمونه آرای قرضی 500,000 هم نیست، یا آن دیگری تنها 2,000,000 اندی رأی خواهد داشت؟ چرا آرای خود را شکستند؟ رهبر نمی توانست آنها را بر سر جایشان بنشاند؟ یا شورای نگهبانی که هاشمی و مشایی را رد صلاحیت کرد نمی توانست آنها را نیز رد صلاحیت نماید؟ اگر تنها به عنوان نمونه قرضی و ولایتی رد صلاحیت می شدند، آیا کسی اهمیت می داد و صدایی از جایی بر می خواست؟ برنده انتخابات آقای حسن روحانی با بیش از 18 و بازنده انتخابات کل جناح مقابل در مجموع با بیش از 17 میلیون رأی است. اختلاف آرا در دو جناح حدود 1,000,000 است، یعنی آرای اصولگرایان ولایت فقیهی رنگارنگ تقریبا برابر است با کل آرای تمام هواداران آقای رفسنجانی، هواداران آقای خاتمی، تمام اصلاح طلبان رنگارنگ درون و بیرون نظام، به اضافه مخالفان ایران دوست نظام. اگر چنین تعادلی در آرا وجود دارد، دیگر بنابر کدام دلیل و برهان میتوان مدعی شد که مردمان یا اکثریت آنها خواهان اصلاحات، منظور هر که چه باشد، هستند. خامنه ای نماینده خود را به نام و با دست دیگران بر کرسی ریاست جمهوری نشان. از این به بعد ناکارایی و ناکامی در سیاست ها دیگر تنها در مسئولیت او یا رئیس جمهور مورد نظرش نیست، بل سرشکن خواهد شد. این همون حرفی بودش که اون یارو هم رفسنجانی هم گفت، گوپره دیگه، بعدم چینا میشن چیزو مشگیر ما و موجگیر ما و
بالاخره اینا محافظ ما هستن و بعدم دیگه مسئولیت تقصیر اینا میشه دیگه، تقصیر نظام نمیشه، تقصیر اینا میشه. یعنی اون خندق رو لاروبی میکنیم، گشادش میکنیم، مرمتش میکنیم، بزرگش میکنیم، دهنش رو فراخ میکنیم. درود به پرویز دستمچی. خامنه ای نماینده خود را به نام و با دست دیگران بر کرسی ریاست جمهوری نشاند. از این به بعد ناکارایی و ناکامی در سیاست ها دیگر تنها در مسئولیت او یا رئیس جمهور مورد نظرش نیست، بل سرشکن خواهد شد. اگر روحانی اصلاحاتی انجام نداد یا در سیاست ها شکست خورد، مسئولیتش با آنهایی است که او را نامزد و سپس انتخاب کردن و نه با رهبر، هرچند که رئیس جمهور آشکار و پنهان مجری اوامر رهبری خواهد بود، همچنان که تاکنون در تمام دوره ها بودند. و روحانی شخصا و اصولا و همواره به عنوان یک آخوند اصولگرای سنتی از مدافعان ولایت فقیه و سیاست‌های رهبری بوده است و تاکنون هرگز زاویه‌ای با او نداشته است و از سوی دیگر هرگز سخنی در تأیید جنبش رأی منکو یا همان سب یا جنبش دوی خرداد یا اصلاح طلبی بر زبان نرانده است. این چگونه سیاست اصلاح طلبی است که سکاندار آن نه تنها اصلاح طلب حکومتی نبود و نیست، بل اصولا از جناح رقیب است. دوم، حسن روحانی یا همان اصولگرای تکنوکرات انتخاب شد و بخشی از نیروهای اصلاح طلب درون و بیرون نظام به خواست خود رسیدند. اکنون توپ بازی سیاست و اصلاحات در زمین آنها و به همراه آن مسئولیت سیاست ها از جمله با اصلاح طلبان درون و بیرون نظام است. آنها نگفتند. هلو آنها نگفتند که باید در انتخابات شرکت کرد یا نکرد، بل حسن روحانی را نامزد اصلاح طلب ممکن خود معرفی کردند و از مردم خواستند به او رأی بدهند تا امر اصلاحات به پیش برود، بحران اقتصادی، پولی، اجتماعی، سیاسی تعدیل شود و کشور از انزوای جهانی بیرون آید و مردم رأی دادند. حال او آمده است که آمدنش زیاد غیر قابل پیشبینی نبود، زیرا حسن روحانی یا همون فریدونی از همان ابتدای انقلاب اسلامی و در تمام شرایط یار بی صدای امام و تاکنون یار پشت صحنه نظام و علی خامنه‌ای بوده است. او 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس و از سال 68 تا 84 یعنی 16 سال نماینده علی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و نیز دبیر این شورا بوده است. او عضو شورای عالی دفاع در دوران جنگ، یعنی از سال 1161 تا 1167 جانشینی فرماندهی جنگ، از سال 1162 تا 1364 فرمانده پدافند هوایی کل کشور، 1364 تا 1370 معاون جانشین فرماندهی کل قوا، 1367 تا 1368 بوده است. این همونه که گفت من سرنگ نیستم. گفت من آقا من که سرنگ نیستم، ما هم گفتیم اصلا و ابدا. شما کی گفت شما هستن؟ شما رئیس سرنگایی، شما سپهداری، شما سرداری، سپه سالاری. اگه اون پسره گفتش که من پریدم رو موتور رضا چوب گرفتم چماق رو زدم زمین، بعدش پرسید که این چوب و چماق و موتور هزار و بنزین رو کی داد به شما؟ شما سوار شدی رفتی این کارا رو کردی، معلومه شما سرهنگ نیستی. آره شما عجل است از سرهنگ. سرهنگ که گماشته شماست بابا.
حسن روحانی از سال 1378 عضو شورای خبرگان رهبری است که از جمله مسئول انتخاب رهبر مذهبی نظام است و نامزدان آن توسط شورای نگهبان یعنی نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر نظارت استصوابی می شود. او به علاوه از سال 1370 تا کنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تمام اعضای دائم و موقت آن بنابر قانون منتصب مستقیم مقام رهبری هستند. حسن روحانی هم عضو شورای عالی امنیت ملی است از سال 1168، هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نظام از سال 1171 در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او 65 سال دارد، یعنی از 30 سالگی به طور کامل در خدمت نظام ولایت فقیه بوده است. در تمام دوران از شروع تا امروز و همواره در حساس ترین مقامات و مناصب نظام و در مقامات امنیتی نظامی کار کرده است. او شخص مورد اعتماد تمام جناح‌ها و از جمله فرد بسیار مورد اعتماد ولایت فقیهان و شخص رهبر است. روحانی نه هرگز از اصلاحات سخنی بر زبان رانده بود و نه از نقض حقوق پایمال شده شهروندان ایران، بل حتی پس از سرکوب جنبش دانشجویی در دوران آقای خاتمی یعنی 18 تیر ماه آنها را مشتی اراذل اوباش خواند که باید سرکوب شد. او یکی از نمادهای جمهوری اسلامی در تمامیت خیش است. پس بر روی او می توانست یک توافق و یا ائتلاف ملی بین خودی ها و جناح های درون نظام انجام گیرد که گرفت. از اصولگرایان سنتی معمم و مکلا یعنی ولایت فقیهان تا رفسنجانی یعنی اصولگرای تکنوکرات، از اصلاح طلبان سنتی تا خاتمی یعنی اصلاح طلب تکنوکرات، تا حتی اصلاح طلبان بیرون از نظام، توافقی میان سه جناح اصلی نظام بر روی فردی که همه او را قبول داشتند. اصلاح طلبان بیرون نظام هم مانند همیشه بدون استقلال در فکر و عمل در آن بازی جناحی نظام غرق شدند و برگ خوردند. از نگاه خود سیاست واقع گرایانه کردند. اینا هم کشتن ما رو با این جملاتشون. درود بر پرویز دستمالچی. سوم، اینکه در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی ایران به کدام سو خواهد رفت آینده نشان خواهد داد. شاید به آن راهی رود و امید است که برود که آرزوی بخشی از کسانی است که در این نظام همواره به دلیل دگراندیشی مورد تبعیض و محرومیت از حقوق اساسی اجتماعی سیاسی خود بودند، از آزار و اذیت، زندان و شکنجه و فعلا سخنی نگوییم. شاید به آن راهی رود که میلیون ها نفر در آرزوی آن به پای صندوق های رای رفتند و به او رای دادند. اما به راه آینده تحت ریاست جمهوری ایشان باید با تردید بسیار نگاه کرد، زیرا تجربیات بسیار تلخ دوران آقای خاتمی به ما درس دیگری داده است. در زمان آقای خاتمی که آرای او به مراتب بیشتر از روحانی و سنگر مجلس و شوراهای شهر و روستا نیز در اختیارش بود و آمریکا و اروپا پشتیبانش بودند و بخش عظیمی از غیر خودی ها از او دفاع کردند، به غیر از پیامدهای ناخواسته دو سال اول ریاست جمهوری ایشان، اصلاحی اساسی در ساختار حکومت یا جدی در سیاست ها انجام نگرفت و ایشان در رابطه با اعتراضات پاسخ گفت که رئیس جمهور در ولایت فقیه تدارکات چیست. در دوران احمدی نژاد فاجعه سیاست خارجی کشور و نیز سقوط اقتصادی مالی پولی و فساد فراگیر جامعه به گردن او انداخته شد و توجه نشد که او نیز
تدارکات چیه، سیاست های بیت رهبری و تنها مسئول اجرای سیاست های کل نظام تعیین شده توسط مقام رهبر و بیت او بوده است و او بود که احمدی نژاد را آورد. اما علم سیاست که علم ریاضیات نیست تا بتوان بر اساس داده ها نتیجه را 100% پیش بینی کرد. در سیاست ده ها و شاید صد ها عامل ناشناخته عمل می کنند و رابطه علت و معلولی آنها به دقت علوم طبیعی نیست. پس شاید این بار معجزه ای رخ دهد و اصلاحاتی انجام گیرد و اصلاح طلبان حکومتی و حامیان بیرون از حکومت آنها روسفید از کار درآیند. شاید. اما اکنون حسن روحانی به توصیه خاتمی که میگفت من اگر هم بیایم نخواهند گذاشت کاری بکنم و به توصیه رفسنجانی که میگفت رهبر اگر اجازه دهد میایم و رهبر اجازه نداد و تغییرات بدون اجازه او ممکن نخواهد بود و بنابر توصیه اصلاح طلبان بیرون نظام که ابتدا خواهان موسوی و کروبی بودند بعد خاتمی را پیشنهاد کردند سپس به رفسنجانی روی آوردند و در نهایت خواهان حسن روحانی شدند، او انتخاب شده است و باید اصلاحات را شروع کند. اگر او در سیاست ها موفق شود افتخارش از جمله برای آنهاست و اگر ناموفق ماند چه؟ آیا کسانی که او را پیشنهاد کردند و از مردم خواستند به او رأی بدهند تا امر اصلاحات به پیش برود پذیرای مسئولیت خود در به بیراه کشاندن مردم برای چندمین بار خواهند شد؟ یا مانند همیشه بازی کی بود من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، آستینم پاره پاره بود و اینها رو ادامه خواهد داد. اکنون زمان آن فرا رسیده که اصلاح طلبان درون و بیرون نظام درایت نمایند و پس از گذشت حدود 20 سال از بحث اصلاحات لیستی منتشر نمایند، حداقل پس از انجام انتخابات، و به مردمان بگویند که آنها کمر همت به اصلاح چه اموری بستند. در زمینه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، آموزشی، آزادی زندانیان سیاسی، لغو قانون جرائم سیاسی، آزادی رسانه‌ها، تبعیض اقلیت‌های دینی مذهبی، تبعیض حقوقی زنان، حذف دروس علمی از دانشگاه به دلیل اسلامی نبودن، سرکوب‌های خیابانی زنان و جوانان و بگویند چه اصلاحاتی و در کدام زمینه می‌خواهند انجام دهند تا ما هم در صورت درست بودن از آنها پشتیبانی کنیم. آنچه تاکنون بوده شعارهای توخالی برای کسب آرای مردم بوده است. اکنون آرای مردم را دارند. بگوین اصلاحات را از چه و در کجا میخواهند شروع کنند و اگر چنین نشود ابزار اعمال قدرت آنها برای انجام اصلاحات وعده داده شده در چیست؟ در کدام یک از سیاست‌های کلی نظام باید اصلاحات یا تجدید نظر انجام گیرد؟ در غرب ستیزی بی‌معنا اما پرضرر 34 ساله که جداً که جدا ناپذیر از کل سیستم است؟ در دشمنی با اسرائیل که هیچ دلیل منطقی برای آن موجود نیست، بل برعکس دو کشور می توانند یار استراتژیک هم در منطقه باشند؟ پاکستان و طالبان خطر بالقوه و بلاواسطه برای ایران است یا کشوری که ما از آن صدها کیلومتر دور هستیم و مرز مشترک نداریم و دو ملتش سابقه دوستی و همزیستی مصالحه‌آمیز بیش از 2000 ساله دارند؟ در چه باید اصلاح یا تجدید نظر کرد؟ در دخالت در جنگ داخلی سوریه توسط حزب الله لبنان یا مستقیم که آتش جنگ دینی مذهبیان میتواند به راحتی به ایران سرایت کند و خانمانسوز شود؟ در پشتیبانی از تروریسم جهانی که تحت نام جنبش‌های آزادی بخش ملل اسلامی انجام میگیرد و متکی بر قانون اساسی نظام و بخشی از سیاست خارجی آن است؟ در سیاست اتمی که ایران را منزوی و ملت را به خاک سیاه نشانده است؟ در بیحقوقی و سرکوب زنان، در بیحقوقی اقلیت‌های دینی مذهبی و حتی مسلمانان اهل سنت،
در سلب حق حاکمیت از ملت و انتقال آن به نمایندگان خودخوانده الله، در نقض قانونی و رسمی و بنیادین و حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، در لغو سنگسار و قصاص، روحانی باید در چه اصلاحات کند و چگونه؟ و اگر نکرد مانند دوران خاتمی، شما برای پیشبرد اصلاحات کدامین ابزار قدرت را دارید تا حکومتگران مجبور به اصلاحات شوند؟ اگر قرار است اصلاحات انجام شود، باید از پایین سازماندهی که بدون فشار از پایین در بروی پاشنه خواهد چرخید که تاکنون چرخیده است، کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی رژیمی که اصولاً تن به خواسته‌های مردم نمی‌دهد، بدون ایجاد ابزارهای لازم برای اجرایی کردن برنامه و سیاست‌های اتخاذ شده، یأس و ناامیدی در پی خواهد داشت که می‌تواند در انتها تر و خوش را با هم بسوزاند. تنها با فشار از پایین است که بالایی ها تن به اصلاحات اساسی خواهند سپرد. این تاریخ و این تجربه تمام ملت ها. کسانی که به جای ریشه به بررسی شاخ و برگ ها می پردازند، حتما به بیراه خواهند رفت. در سیاست همواره آینده نشان خواهد داد که راه طی شده، تصمیم اتخاذ شده درست یا نادرست بوده است. کسانی که امروز چنین سیاست می کنند، اگر به کجراه رفتیم مسئول خواهند بود. سیاست بدون اخلاق و مسئولیت به راحتی تبدیل به جنایت و سیاست مدار بی اخلاق و بی مسئولیت به راحتی تبدیل به جنایتکار خواهد شد. هر کس مسئول پیامدهای خواسته یا ناخواسته پندار و کردار و سیاستهایی است که تبلیغ می‌کند و انتخابات با سیاست حوزه عمومی است و انتخابات یا سیاست حوزه عمومی است و نه فردی. شکل‌گیری حکومت‌های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته‌بین و حقیر ناممکن است. این گونه روشنفکران در عمل به نظامی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنانه. هانا آرانت اینو گفته. یک کفی برای پرویز دستمالچی بزن، اقلا هندونه که در پشت نمیدی، اقلا یک کفی برای این بزن. انسانی که راه افتاد با یه چوب تعلیمی و یه نقشه روش کشیده بود، اسمی گشتم خودآموز. من بهشون گفتم خودآموز قانون اساسی به زبان ساده، کاری از پرویز دستمالچی. دور دنیا راه افتاد، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بند به بند به زبان ساده برای مردم تعریف شد. چطوری میتونی از تو دل این تو بیرون بیای؟ مهندسی انتخابات فقط در اینکه رأیمو بالا کپ پایین کرد تقلب کرد نیست. مهندسی انتخابات یعنی اینکه به شما بگه انتخابات معناش آن است که مردم در انتخابات شرکت کنند تا منتخب خود را بر صندلی بنشانند، مندیت پیش بدن. انتخابم میگه بیا تو انتخابات شرکت کن، دیگه شرکت نکنی اون میبره، بیا ببین که اون نبره تو بیا. تقلبه، این تقلبه. از اول راه کجرفی رفتی، معناشو تغییر دادی. این باید جذابیت داشته باشه که اونو جذب کنه، نه از بغض معاویه حب علی داشته باشی. نه، این علیه باید خودش یه شخصیتی باشد که مردم رو جذب کنه، نه به خاطر دشمنی با او بیاد بگه دشمن دشمن من دوست منه، که اینا نیستن. البته این که اصلا به این مثالم به اینم حتی نمیخوره. سیاد کنه، سیاه کرده دیگه. مهندسی انتخابا یه وجه ندارد، منشوریست، مهندسیه. پاسخ بدید دیگه،
فرخ نگهبان مسئوله که پاسخ بده. همه این اوباش مسئول، ولی چون پرنسیپ ندارد، آدمی که پرنسیپ داره پاسخ میده. بازم تکرار میکنم، به فاحشه بگی فاحشه برمیگرده تو رو، پرنسیپ دارد. برمیگرده تو رود، این هرزه است، سر هر سفره میشینه، دستشو تو هر قابلمه ای میکنه، هرزه است. این مسئولیت پذیر نیست، هرزه است. هرزه که مسئولیت نمیفهمه، چرا؟ که پرنسیپ ندارد، مرز ندارد، اصولگرا نیست، اصول ندارد، اصولگرا رو کرده فوش. هر کی که اینو گفته، هانا آرنت گفته که شکل گیری حکومت‌های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوتهبین و حقیر ناممکن است. این گونه روشنفکران در عمل به نظامی خدمت می‌کنند که مدعی مبارزه با آنند. درود بر پرویز رزمش، بی خودی نیست که دوستش داریم، هر چقدر که اون ما رو دوست نداره ولی ما رو دوستش رویترز امروز مقاله کلیدی در مورد گفته های گذشته روحانی در جلسات عمومی و مخفی نوشته است. نوشته که As for building the atomic bomb, we never wanted to move in that direction and we have not yet completely developed our fuel cycle capability. This also happened to be our main problem. But he argued in favor of kind of nuclear fate, a compile for force that West to accept Iran's enrichment capabilities. He also refers to Pakistan's successful acquisition of nuclear weapon in a positive light. بعد بخونم مفصل بفهمم بعد براتون تعریف کنم. جهان غرب اومده بهش میگه که مستقیم فشار بیار، شما همین 15 روز دیگه، ما آینده جولای، قبل 4 جولای شاید میاد از اینجا میزنه بیرون، یک تحریم گنده میزنه رو میزش، شوخی ندارم، هستم کردی، یا هستی یا نیستی. سوریه رو گرو گرفتی، اونو گرو گرفتی، اینو گرو گرفتی، میدونی که جنگ به داخل لبنان کشیده شد بالاخره، در سور و سیدا، در جنوب لبنان، در منطقه‌ای که اردوگاه‌های فلسطینی بودن، اینا دعوا جدی شد. یک مفتیشون به نام چیچی الاسیر گفته آقا برید بزنید اینا رو، غلط کرده حزب الله وارد اونجا شده، اینا دارن جنگ شیعه سنی را میندازن، بزنش. درگیر شدن، جنگ دامنش به جنوب لبنان کشیده شد. گفتیم چی؟ گفتیم که ابتدای هزاره ایم، شاهد تغییرات خواهیم بود. من به دترمینیسم تاریخ معتقدم، من به جبر معتقدم، من یه آدم جبری هستم، در حال تغییر، در حال گذار به یک شرط تازه است. آیا ما به عنوان ایرانی می توانیم تو این لحظات درد زایمان نجات پیدا بکنیم، یا هم بچه رو از دست میدیم هم مادر رو از دست میدیم؟ با این بوقای بزرگ ما تا اینجا باختیم، ولی عملمون درست بوده، کارمون درست بوده،
ما در همین انتخابات نشان دادیم که ما پیروز صحنه هستیم. 20 میلیون به قول خودش نیومده تو انتخابات شرکت کنه، قریب نصفش دیگه از اون 30 میلیون فلان که این داده، این 20 میلیونش نیومده دیگه. نگو 50 میلیون، میگه چند میلیون به این رده؟ 30 میلیون به این رده، 32 میلیون در دادن، 33 میلیون، 17-18 میلیون اون بره، 17-18 میلیون خلوص نصف قضیه است، 50%. اون هم که رفته رای داده گوله ای زده دیگه، مهندسی کرده شده بیا رای بده، اگه ندی بی هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی، به این دلیل بهش رای داده. هیچ دلیل دیگه ای من براش متصور نیستم. اون میتوانه، من نمیتوانم. گوش بده دوست بسیار نازنین، آقای دکتر عبقری و یارانشون در آتلانتای جورجیا 75 سال زادروز دکتر اسماعیل خویی را با حضور ایشان جشن میگیرند. شعرخوانی، موسیقی شام، ورودی $15، زمان یک شنبه 30 جون ساعت 5 بعد از ظهر برای دوستانی که در آتلانتا و حوالی اونجا زندگی میکنه در ایالت جورجیا، و کانون مکانش هم کانون ایرانیان آتلانتاست در روزول رود سویت 111 آتلانتای جورجیا. حتما دوستانی که در جورجیا هستن یقینا آدرس نیاز ندارن، ولی بدونن که روز یک شنبه آینده، نه یک شنبه پس فردا بلکه یک شنبه آینده، آقای دکتر عبقری نازنین و دوستانش در آتلانتا برای 70 یعنی کانون ایرانیان آتلانتا 75 تولد آقای دکتر اسماعیل خویی رو در اونجا جشن میگیرن. و خب روسیه اعلام کرده که آقای فلانی ایران با تله غنی‌سازی 20% موافقت کرده، آره، ولی بر اساس همون که ما اینا رو آوردیم گاز تبدیل به گاز کردیم و اینا میزانمون کم شده و اینا، بر اون پایه میرود. به نمیدونم که این درست باشه یا نباشه، بازم از کاوه تشکر میکنم. در مردم ریپورت دات نت رو برید و نگاه بکنید خبراشو، اگر نمیتونی بری از طریق سایت میان تیوی آخرین اخبار رو، وقتی میان تیوی رو باز میکنید آخرین اخبار رو که کلیک بکنید اونجا میتونید ببینید. ضمن آنی که دوستان زیادی از ما میپرسن، ما از باب تکنولوژی جلوییم، از باب پولی ضعیفیم، توی تلفناتون میتونید ما رو بگیرید، توی ماشینایی که جدید هستن و ساتلایت رادیو دارن از طریق تیونینگ رادیو میتونید برنامه های میهن رو دنبال بکنید. عرضم به حضور شما که روی جلویز هم که هستیم، روی کامپیوتر هم هستیم، روی سایت های مختلف هم هستیم. امیدمون این استش که بتوانیم صدام رو به ساتلایت ببریم، که این امر رو امیدوارم با کمک شما نازنینم بتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی نیازمند کمک مالی هستیم. دیروز در تهران شلوغ بود و سر صدا بود، دیدم که آقای قائم مقامی خیلی میکوبید به داستان و با ایران مستقیم تماس داشت، با بچه‌ها حرف میزد. بعد دیدیم که آقای اومایینا اومد و همونو شروع کرد و میگه پا پول بدین تا اینا من بتونم اونا رو اونجا اوناش کتک میخورن، شما پولش اینجا به ما بدین. نمیدونم، ولی به هر حال نیازمند، همه نیازمند کمک مالی هستن.
در این شک نکنید. همه نیاز دارن، برای اینکه کار پرهزینه است. ما هم نیاز کمک مالی داریم، ما هم تو این زمینه کمک کنید تا بتونیم که این راه رو با کمک شما که تا اینجا اومدیم از این به بعد هم همین راه رو بتونیم ادامه بدیم. سایت وبسایت سید محمد می نویسد، وبسایت سید محمد می نویسد که مواظب باشیم شتاب زدگی نکنیم که توقعات بیجا از دولت پیدا نکنیم. یعنی درست عکس حرفی که در مقدمه برنامه بزن که الان باید جامعه رو تحریک کرد، این آتیش رو باید بهش دمید و هی مرتب به یارو گوشزد کنه آقا شما اینا رو گفتی چی شد، تو اینو گفتی چی شد، تو اینو گفتی چی شد. سری اومده اون خندق وارد شده، میگه بی خودی شتاب زدگی نکنید، توقعی بی جای ایجاد نکنید. اون یکیش که تا دیروز مردم خیلی مهم بودن و فلان، که بهش نظام اسلامی شد، دوباره چرخید. یعنی نمیذاره آب کفن مرده خوش بشه، میپره مرده رو در میاره، نه تنها کفنشو میدوزه، تجاوز بهش میکنه. اینا یه مش گورکنن، اینا یه مش آخونده سرقبراغان، ماهیتش اینه، بیش از این نیست بابا، هیچ بیش از این نیست. مردمو گول میزنه، اونم میگه که امکانم همینه دیگه، امکان دیگه ندارم، چه امکانی دارم غیر از این؟ اعضای شورای مرکزی و هیئت رئیسه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با سید محمد دیدار کرد و با بیان مطالب و دغدغه‌های خود خواستار انتقال این مطلب به رئیس جمهور منتخب شد. سید محمد نیز پس از استماع مطالب دانشجویان سخنان مهمی را در خصوص انتخابات، آینده گفتمان اصلاح طلبی، خیلی قشنگ گفت پرویز دستمالچی، بسیار زیبا دقیق نگاه کرده بود. این چیه؟ این اصلاح طلبی چیه؟ چی رو اصلاح کنی؟ اونا رو تعریف کنی، کجاش رو میخوای اصلاح کنی؟ دخالت سوریه رو میخوای اصلاح کنی؟ مسئله اتمی رو میخوای اصلاح کنی؟ مسئله اقلیت‌های دینی رو میخوای حل کنی؟ کدومش رو میخوای درست کنی؟ چی گفتمان اصلاح طلبی؟ یعنی چی گفتمان اصلاح طلبی؟ همین رو سیم راه میریم، ستاره رو میچینیم از آسمون، مثل سیب گاز میزنیم، ما روی سیم ها خوب گیتار میزنیم. اینا که خزعبل است که میگویی بابا، نه شعر است، نه موزون است، نه رنگین است. روی سیما پاورنه میدوام، ستاره ها از آسمون میچینم، مثل سیب گاز میزنم، بر روی سیما گیتار میزنم. گفتمان اصلاح طلبی یعنی چی؟ معنا کنید، تعریف کنید، دیفاین کنید، باز کنید، بشکافیدش ببینیم یعنی چی. خیلی خوب، سید محمد میگه، گورکن میگه گفتمان اصلاح طلبی، سخنان اخیر مقام معظم رهبری، انتظارات از دولت آینده و ضرورت پایفشاری بر اجرای قانون توسط رئیس جمهور بیان کرد. رؤوس مطالب مطرح شده توسط دانشجویان در این دیدار عبارت بودند از تشکر ویژه بابت زحماتی کشیده شده توسط سید محمد، اکبرشا، عارف بدبخت. بهش گفته بود که آورین رهبر، میری مفصل گفت آورین والله خیر الماکرین، آورین والله خیر الماکرین، آورین. عارف هم گفته بود مذهب تو خاتم، من اصلاح طلب بودم، تو اونو رفتی پشتیبانی کردی. تعریف وقتی نباشه همینه، وقتی فرخ نگهدار، اکبر گنجی، این اوباش، اون یارو مرده، اون یکی درازه، اون کچله، اون یکی موداره، اون فرفریه، اون اینکی، اون بینه، اینا وقتی برای تو بشه همین میشه که یک دیکتاتوری فاسد بر سر کار میماند، برای اینکه اینا کوتولن، کوچیکن، نمیبینن، بلد نیست، چخام میگه، دروغ میگه.
مایه کجاست؟ گفت چی؟ رأی ماکو. گفت چی شد؟ گفت مانی ماکو. مال مایش. تشکر ویژه بابت زحماتی که ژژ درصد سید محمد هاشمی رفسنجانی عارف برای کسب پیروزی در انتخابات. این همینجا که اینو برای تو میچینه، تو رو میندازه تو دام اون تفکر راحت طلبی توطئه بوده است. لکن پس تشکر میکنیم چون اینا این بنا رو سیختن، توطئه کردن. ایزی که فکر نکنیم دیگه، میریم اونوری. انسان موجودی راحت طلب، امر ذاتیشه. برای همین شاملو میگه که انسان دشواری وظیفه است، عکسش رو تعریف میکنه. انسان دشواری وظیفه است. کاش قضاوتی 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 در کار 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 کار. اما قاضی آن سوی در نشسته، بی ردای شوم قاضی هم. زود میبرد دو. همگان فهمیدن که خاتمی به قول خود عمل کرد و از آبروی خود برای ایران مایه گذاشت. این اجماع اقدامی ماندگار بود و دکتر عارف سبب خیر شد. انتظار می رود که خاتمی راهی که باز شده است را پیگیری کند که ادامه این مسیر از آغاز آن مهمتر است. باید برای جامعه مدنی این بار از پایین و با اتحاد تشکل‌ها و گروه‌ها استفاده شود که چیکار کنه؟ ضربگیر نظام بشود. خندق رو درست کن. خندق، ضربگیر. چی گفت؟ رفسنجانی گفت که اینا ضربگیرن دیگه. حالا ببین خط داره کجا میبرته، نمیذاره تو حرکت کنی. برای اینکه من و تو منسجم نیستیم، حرف همون نمیفهمیم، با هم که هریم با هم حرف نمیزنیم. یه محور میخواد، یه دلیل میخواد که من و تو با هم آشتی باشه. اون میهنه، این محوه تاریکه، پیدا نیست. شفافتر باید بشه. شفافتر. تا اون میهن برای تو تعریف نشود، باور نکنی میهن را، کار به جاد نمیبری، نفهمیش، تاریخشو نشناسی، جغرافیاشو ندونی، نمیتونی با مردمش ارتباط برقرار کنی. نمیشه، قهر میکنیم ما همه با قبیلش. میگه تو قبیله من نیومدی پس تو دیگه به درد نمیخوری. این سوالش این بود امروز تو برنامه آقای. پس تنها یه راه وجود داره، اونم قبیله منه، رضا پهلوی و دلبر شیادش. خانم رضای گلستانه، اگه تو اون نیومدی پتو دیگه نیستی. قبیله است. این مدرن نشده، این معنا و مفهوم رأی و انتخابات و بلد نیست، این مدرن نیست، این وظیفه من و توه. مرتب بکوبیم بر این تبله، بپرسیم مثلا دیگه آقای نه من آرد وارد کردن، چرا نونوایی آرد ندارن؟ 700 میلیارد دلار کجاست؟ وقتی 50,000 میلیارد تومان دولت از بانک قرض کرده، نداره به دولت پس بده. 775,000 میلیارد تومان بانک‌ها وام دادن به من و تو که ندادن، که به اون یارو شطور مرغ فروشه دادن، داش لاریجانی، برادران قاچاقچی. و میگه بردن تو جایی مصرف کردن که بازده نداره، اونم نداره پس بده. جمعش میشه 125,000 میلیارد تومان بر اساس نرخ پایه
1260 تومن دلار یعنی 100 میلیارد دلار کسی داره. میگه پولم نمیتونم چاپ کنم، کاغذشو ندارم، جوهرشو ندارم، نمیتونم وارد کنم، طلا نمیتونم بخرم، سکه درست کنم، پیشگیریش کنم بدم دست مردم، تحریمم، اصلاحات یعنی چی؟ گفتمان اصلاح طلبی یعنی چی؟ یک مملکت ورشکسته، آدمای دزدش پول دارن، اینجا بیا نگاه کن، خونه میخره کش 15 میلیون 17 میلیون کش، ربطی به من و تو نداره، این دزدیده. چنان که اون که دوره شاه دزدیده، وزیر بوده دزدیده، فلان بوده، نتونستی پول ازش پس بگیری که، ای اون پس گرفتی بیا اینم پس بگیر. باید روحانی به حمایت نخبگان پاسخ دهد و به گونه‌ای نشود که جامعه بعد از یکی دو سال دچار یأس شود. بگفتم که اگر این دفعه زده کتکت میزنه کتک جاش خوب میشه، اما اگر روانیت کرد روانی دیگه خوب نمیشه، دیپرس شدی دیگه خوب نمیشه، آثارش میمانه. روحشو زد این بار، روح جامعه رو زد، این بر میگرده، این دیگه نمیاد. اون داستان پیس و بخار و اینا تموم شد، از اون رد شد، اصلا آتیش رو زیرش رو در رو دیگه اصلا ورداش، هرچی بجوشه میسوزه اون تو، قل نمیزنه. حالا به هم میخوره اسم خاتمی اینا که میاد، واقعا اینو راست میگم ها، واقعا حالا به هم میخوره، یعنی توانم و دست میدم، حتی این کلمات مثل چی میفتن به جونم، میخوره منو، مرمورم میشه، حالا بد میشه، حال تهوع بهم دست میده. نقشه داره برات، حالا ما به هم میزنیم. از هیچ کس هم سهم خواهی نداریم، میخواییم کشور ما پیشرفت کنه، یعنی این میریم به سمت، درست است که همه از حسر آقای موسوی، خانم رهنمود، آقای نهایتی، کروبی نهایتی و بسیاری از زندان دردن، اما همون زندانی ها در انتخابات شرکت کردن و مردم هم با وجود رنج هایی که کشیدن رای دادن، از خدا میخواین که همه زندان داشته. خب غلطه آقا، اصلا زندانی کسی که محکوم شده به جنعه و جنایی نمیتواند در رای شرکت کند، حقش سلب میشه، این پریویلیج ازش میگیره، جامعه ازش سلب میکنه، میگه من بردم تو زندان، زندانی ها رأی داده. حوصله هم سر میبرید، نمیدونم چی کارتون کنم، نمیفهمم، نمیفهمم یه بدیهیات رو نمیفهمه، تعمد داره، گولت میزنه، راحت هم گول میخوری. آقای موعدی اینو چند بار برای ما فرستاد، چشم آقای موعدی، اینم براتون میخونم ببینم که کمکم میکنی یا نه. اپوزیسیون خارج هیچ شناختی از جنبش سبز و مردم داخل کشور ندارد، امین موعدی. در این که حاکمیت، با این دیگه از حضورت مرخص میشم، نمیدونم چقدر طول کشید ولی هرچی طول کشید، در این که حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی به غایت سرکوبگر و استبدادی شکی نیست،
اما مش مبارزاتی در پیش گرفته شده توسط ملت ایران در مواجهه با این نظام توتالیته که استفاده از روزنه‌ها و شکاف‌های موجود در پیکره نظام میباشد رای هوشمندانه و خردمندانه بوده است. نبود آقای موعدی، برای تعریف کردم که رفیق، برای تعریف کردم چرا اینو هی میخوایم الکی بهش بار بدیم، میخوریم زمین. نکنیم این کارا رو، نکنیم این کارا رو، خدا وکیلی نکنیم این کارا رو، نزن اون زمین، کمک کن که بریم بر بکنیم. انتخاباتی که تو شرکت کنیم که بیاد تو شرکت کن که اون یکی نشه، که بینیم که انتخابا اینه که بریم شرکت کنیم که این بشه، کاری به اون دیگری نداره. این که بشه میگن هوشمند بوده، که این میگن گول خورده، حاصلش میشه روحانی، یعنی گول خوردی بابا. چرا میگی هوشمند؟ هوشمند اون 20 میلیون بودن که نرفتن. این بیچاره فکر نه، اینم گناه نداره، نری کتکش بزنی بگی چرا، حق نداری اینم چیکاری بکنی، بادش نکن بی خودی، راه نشونش بده، اون چاره ای نداره. الغریقو یتشب بسه به هشیش، هر چیزی گیرش بیاد چنگ میندازه. تو بیرونی بهش میگی دم تمساحه، اون داره غرق میشه چنگ میندازه دم تمساحه میگیره. را بهش نشون بده. چاخانی بهش نگو خیلی هوشمندی. چه هوشمندی بره دم تمساحه بگیره؟ هوشمنده؟ راستشو بگیم بهش. بعد ما نقش آینه رو بازی کنیم. ما که در خارج کشوریم باید آینه تمام نمای اون داخله باشیم، نشون بدیم آستش رو، نشون بدیم، دنبال کنیم، یادمون نرود، بگیم چی میخوایم، پیگیرش باشیم، یادمون میره. شرکت گسترده مردم در انتخابات که بسیاری از تحلیلگران خصوصا خارجیشین آن را امر بیهوده می‌خواندند، برآیند یک تصمیم جمعی و حرکتی به موقع بود و باید به این حرکت مردمی احترام گذاشت، چرا که خرد جمعی هرگز نشد. چرا اشتباه نمیگه؟ میکنه آقا، خرد جمعی رفته خمینی آورده، خرد جمعی میره پلپوت میاره، خرد جمعی میره هیتلر میاره، خرد جمعی اشتباه میکنه. این چه حرفیه شما میزنی؟ هرگز اشتباه، همیشه اشتباه میکنه تصادفا. اتفاقا اونی که اشتباه نمیکنه اون اقلیت است که اشتباه نمیکنه. رفیق چی خرد جمعی اشتباه نمیکنه؟ اشتباه میکنه، مرتب هم اشتباه میکنه. نادرپور میگفتش که چه شخصیتی بود نادرپور، میگفت اینجا یه فصلی یه موقعی میشه آفتاب در مهتاب میشه، قمر در عقرب میشود، نمیم چطور میشود، این ماهی های سمن لاکس یا سمن اینا از آب کوچولو پرت میکنن بیرون، یه مش از این طرفداران امور حیوانات میان اینا رو بلند میکنن دوباره میندازنشون تو آب. میگه ملت ایران دو بار این کار کرده، یه بار خمینی رو برده، یه بار دوباره رفته دنبال خاتمی، هر رو داره اشتباه میکنه. به همون دلیل که 84 خردش رفت دنبال آقای احمدی نژاد. خرج همی اشتباه میکنه، چرا حکم میدی که اشتباه نمیکنه؟ چرا منو میزنی؟ منو نزن، من رفیقتم، ما کنار هم باید قرار بگیریم. تو منو بزنی من قرار میکنم میرم. من خرج همی اشتباه میکنه، هزار دفعه اشتباه کرد، تاریخشو نگاه کن، همیشه اشتباه کرد، بلکه اون اقلیتی که اشتباه نمیکنه. بسیار.
شرکت در انتخابات را از آن جهت به موقع عنوان میکنم که حاکمیت را در رأس آن خامنه ای هم در بعد سیاسی هم در بعد سیاسی هم خارجی دیگر توان و امکان تقلبی دیگر را نداشت و مردم به خودیان را تشنید. نه عزیزم تقلب کرده رفیق، چرا میگی نکرد؟ تقلب کردن. تعلل این که معطل میکردن، مرتب معطل میکردن، معطل میکردن، معطل میکردن، دلیلش این بود که داشت تقلب میکرد. داشت تقلب میکرد، چاره ای نداشت، تقلب کرد، تقلب در اون جهت خودش کرد. گفت اگه میخوام ببرمش مردم علیه کنم تو مرحله دوم، گفت نکنی این کارها، موج بلند میشه میاد میزنه پک و پوزتو یکی میکنه. گفت چیکار کنم؟ گفت پلن بی، میریم پلن سی. تقلب کرد، آمار و دروغ گفت، اضافه خوند. دروغ گفت. شرمنده از آقای امین موحدی. باران صوفی میزه احتمال تقلب در این انتخابات به همان اندازه است که در انتخابات قبل بود و احتمالاً بیشتر و پیچیده تر. چرا و به چه دلیل نویسنده ها و روشنفکران اصلاح طلب و خصوصاً از آنها که انتظار بیشتری میرود، یعنی روشنفکران شریف ملی مذهبی، ابداً به این موضوع نمیپردازند؟ چرا؟ آیا سیاست چنان است که همه چیز باید در مسلخ آن به تیغ سپرده شود؟ اکنون بی تردید باید به اصالت مبارزه اصلاح طلبی که بنیادهای اخلاقی را بخشی از دستگاه فکری مبارزاتی خودشان می دانستند تردید جدی کرد. تقلب انتخاباتی خیلی آشکارتر از دوره قبل در چندین نوبت و هر بار چند ساعت اعلام نتایج متوقف شد و از آغاز اعلام نتایج نسبت آرا تا به آخر ثابت ماند بر درصدی که آشکار می نمود محل مذاکره و معامله است و معامله هنوز در جریان است. جامعه سیاسی ایران جامعه آشفته و پراکنده است. اینجا جامعه نیست که درصد آرا در آن در پیش از انتخابات و بعد از انتخابات ثابت بماند و مهمتر نسبت آرا بر اساس مناطق مختلف، حتی مناطق مختلف یک شهر معین، تغییر قابل مشاهده و ملاحظه ای دارد. ثابت ماندن نسبت آرای کاندیدای منتخب از ابتدای شمارش آرا بسیار قابل ملاحظه است و واضحا نشان از دستکاری در آرا دارد. از نظر این یادداشت کودتای دیگری اتفاق افتاده، چرا احدی واکنش نشان نمیدهد؟ حذف جلیلی، یعنی که دستچین آرا، با دقت برای تحقیر نیروی احمدی نژاد و جلیلی صورت گرفته بود با دقت تمام. به این شیوه تنها برای کسانی باعث شادی است که عظمت و شکوه درونی و اخلاقی تویی هستند. چنین شیوه مبارزه‌ای بی اندازه نفع‌پرستانه، نامردانه، غیر اخلاقی و سخیف است. با حریف باید جوانمردانه جنگید. از شما باید پرسید چرا تسلیم این بازی شدی؟ چرا اینطوری جنگیدی؟ دیکتاتور همه را سخیف می‌خواند. او از عظمت اخلاقی و بزرگی و شکوه و جوانمردی بیزار و متنفر است.
قصد او آلوده کردن نیروهای شریف سرزمین ایرانه، حتی به قیمت به مسلخ کشیدن نزدیکترین کسانش، اینجا احمدی نژاد و دوستانه. شما به تحقیر حریف میخندی و او به همه. اینجا حق، حق مردم به شیوهی شنیتری دزدیده شده است. اگر بار پیش به وحشیگری و زور، این بار به شناعت و بیشرمی. آنچه این میان ناپیداست حق مردم است. آنچه به دست آورده شد تأکید میکنم حق نیست، باج مختصری است که دیکتاتور پیش پای کسانی انداخته است که پیش از این آنها را به بیچارگی انداخته است. وضعیت جامعه سیاسی ایران بهت‌آور است. جامعه سیاسی ایران جامعه مذبذبی است، چون از نظر اخلاقی بنیادهای خیش را از دست داده است، بنابراین اصالت خود را. این جامعه به همه اشکال ممکن به بازی گرفته می شود و در صورت ضرورت از بازی کنار گذاشته می شود. این جامعه پر از عقده و آلودگی است. وقتی می برد به شدت بیرحم، نامرد و جرار است و وقتی می بازد به طرز تهوع‌آور و دلهره‌آوری حقیر. بازنده این انتخابات نیروی احمدی نژاد نیست که او از سالهای پیش بازنده بود. بازنده این انتخابات کسانی هستند و به گمان این یادداشت اغلب نیروهای اصلاح طلب که چشمشان را به موضوع بستن. این کودتا به همان اندازه کودتای سال 88 زشت و کثیف بود. این یادداشت بنابر شناخت از جامعه سیاسی ایران آگاه است که در صورتی که انتخابات ایران آزاد بود، بر فرض اینکه این 8 نفر تنها کاندیداهای ممکن انتخابات بودند، بی‌تردید پیروزی با منتخب فعلی می بود با درصد آرای بسیار بالاتر. اما شما در این داستان همچون فاسد میمانید، با شیطان دست داده اید که به قدرت برسید. به آنچه که میخواهید نخواهید رسید، ولی بی‌تردید معنی و بنیادهای انسانی را باختید. مخاطب پایانی یادداشت کسانی هستند که در بدترین طوفان‌ها و بلاها، حتی اگر همه دنیا را سیاهی بگیرد و بدبختی و بیچارگی همه را فرا بگیرد، اصالت و عظمت درونی و بزرگمنشی خود را نمی‌بازند. کس یا کسانی است که ممکن است به نامردی حریف ببازد، اما نامردانه نمی‌برد. تارکوفسکی در نوستالژیا مردی را تصویر می کند که همه عمرش را به گذراندن یک شمع روشن از درون یک گنداب سپری کرده است. مخاطب این نوشته کسانی هستند که همه دغدغه‌شان گذراندن شمع روشن وجودشان است. از این کثافت حقیر که همه جا را فرا گرفته و حتی اگر همه کرگدن شود، اصیل و شریف و بزرگ بمانند و بجنگن، حتی اگر تنها ترین روی زمین باشن. یعنی یه راه داره، همینه. ثبات داشته باشی، زیگزاگ نزنی، سر جات وایسی، حرفتو بزنی. رسیدن به آزادی از شهامت میگذرد. شهامت داشته باشی، مثل بیت هی اینور نری اون و اون و بیا این و، مثل سر بیستی راست قامت. ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم. ممنون و متشکرم از تحملی که کردید، سپاسگزارم. متاسفم که همراهی نمی کنید و اونم که همراهی میکنه حرف نابی رو نمیزنه، حرفی نمیزنه که به درد من بخوره. بازم ازتون ممنونم، در انتظار کمک مالی هستم. نمیدونم به چه زبونی باید ازت درخواست کنم، نمیدونم، زبانم قاصره. مرسی.